حالا میخوای چی کار کنی؟ تا آخر عمرم سوگلو تحمل میکنم، اونم منو تحمل میکنم. ایپک چی میشه؟ ایپک مثل یک خواب شیرین تو گذشته جا میمونه. اون واقعا عاشقت شده؟ چون میترسید از دستت بده بهت نگفته. دیگه چه اهمیتی دارم؟ من فهمیدم عاشقی با من جور نیست. اون دیگه خیال با من بودن رو به گور میبره. منم یه احمق میمونم و به زندگیم ادامه میدم. در حق خودت بی‌انصافی نکن. برای چی اینجوری حرف میزنی؟ صدرالدین، متاسفم اینجوری شد. اینقدر مونده بود، همش اینقدر مونده بود که منم خوشبخت بشم. میگذره، بس دیگه، به خودت بیا، ما کارای خیلی مهمتری داریم. آره، کارای مهمتری داریم. خیلی خوشمزه. اتوش کاری هم ریختی؟ آره، خوشت اومد. عالیه. نوشه چون یه روز میبرم از یه جایی، یعنی چنان کبابی بهت میده که واقعا باورت نمیشه، اصلا هوش از سرت میپره. مگه بیشتر از اینم میشه هوش از سر آدم بپره؟ الان اینجا روبروی هم نشستیم و داریم اتفاقای تلخی که افتادن رو انکار میکنیم، همش زور میزنیم که مبادا چشم تو چشم همشیم. من هم مثل همیشه فقط برای اینکه یه حرفی زده باشم دارم خودم رو به آب و آتیش میزنم. خیلی خوب باشه، یه روز منو ببر، منو ببر پایراز، ببر یه جای خیلی خیلی دور، به شهر قصه ها، همون جایی که خورشیدش هیچ وقت غروب نمی کنه و صدای موزیکش قطع نمی شه، جایی که از خوشحالی پروانه ها تو دلم بال بال بزنه. خب البته یه جای دیگه هم می شناسم. واقعا میخوای کجا ببرم تا ایش گل؟ مثلا ته جهنم چطوره؟ آخه فقط اونجا مونده که نبردمت، ولی خودم رفتم دیدم، تو هم حتما خیلی خوشت میاد. آدم ها اونجا لااقل میتونن راحت تر درد بکشن. هیچ کس فیلم بازی نمی کنه. خودت مثل آدم میری تو دیگه آتیش و مثل بچه آدم درد میکشی. انگار یکم شوره، به نظرم هم یکم شوره، هم انگار خوب نپخته. هیچ وقت حرف زدن اینقدر برام سخت نشده بود، هیچ وقت وجودم رو اینقدر سنگین حس نکرده بودم. معذرت میخوام، چون من عقل و زنانگیمو در کنارم تو اون انبار قدیمی روی اون تخت جا گذاشتم. اگه مزخرف میگم به دل نگیر. سینانه، بابا پس عادل خان رو فردا زیارت میکنی؟ این که خبر خوبیه احسان، معلومه که حاضرم. باشه، دستشم میبوسیم.
ایشالله ما رو با عادل خان آشنا میکنی. شما اینجا چی کار میکنی؟ شوکت، این آقایون کیان؟ نترسین خانم، چیزی نیست. ما فقط میخواییم با شوکت خان یکم صحبت کنیم. همین بابا، محل تم گاب صندوق آقا رو ترکند و ازش توپه 350,000 تا پیدا کردیم. اوه ماشاءالله، رئیس فکر همه جاشم کرده. آره، یه پاسپورت جعلی هم داره بابا. پاسپورت جعلی؟ اینجا چه خبره شوکت؟ هیچی بابا، تو دخالت نکن. شما تو خونه من چی کار دارین؟ ها؟ مگه یاقی؟ ها، یاقیم. خب تو کی هستی؟ پاسپورت جعلی برای چیه؟ سرکار خانمو ببریم بیرون. بلایی که سر شوهرم نمیارین. نگران نباشین، اون پیش ما امانته. باشه آبجی، پاشو بریم. یهو چشم افتاد به کنسول بازی، بعد فوری وصل شدم به اینترنت. به یه پسر زنگ زدم، حرفامو باور نکرد. بعد به یه پسر دیگه زنگ زدم، اونم به بابام خبر داد. آفرین عزیزم. بچه نیست که، ماشاءالله معدن هوش خاله عایشه گل. میدونی اصلا هم نترسیدم، بهشون گفتم که بابا مختونو داغون میکنه. آخرش هم همونی شد که حدس میزدم. دیدین؟ آفرین عزیزم، دمت گرم. حقت جایزه بگیری. شیرینی میخوری؟ مگه میشه به شیرینی نگفت؟ راستی نینی چطوره؟ بیا ببین خاله عایشه گل براش یه سورپرایز کوچولو دارم. ببین این اولین پستونک منه. بابام از وقتی به دنیا اومدم یادگاری نگهش داشته. منم الان میخوام بدمش به اون. چطوره؟ خیلی قشنگ. آخه مگه من چی گفتم؟ کیو، کجا باش قرار داری؟ با کی؟ کیو، کجا باش قرار داری؟ نمیفهمم دارین راجع به کی حرف میزنین. کیو، کجا باش قرار داری؟ نمیدونم، فردا خبر میدم. تو هم به ما خبر میدی؟ ببینید، این کار خیلی خطرناکیه، واقعا آخر عاقبت خوبی نداره. اونش دیگه به تو مربوط نیست. تو فقط میگی که یا کجا باش قرار داری. چی شد که با اون مردی که دست به یکی شدی؟
داستانش مفصله. بهتره بگی. ما تا دلت بخواد وقت داریم گوش بدیم. ازم مدرک داره. تاجرا، کله گنده های مافیا، مامورای دولت، همه واسه عادل کار میکنن. این همه قدرت رو از کجا آورده؟ مافیای قاچاق اعضای بدن و قاچاقچیای مواد براش کار میکنن. قاچاقچیای اسلحه بدون اجازش آب نمیخورن. قاچاق انسان و بردهای جنسی همش تحت کنترل اونه. از تمام کسایی هم که نمیخوان براش کار کنن مدرک داره. هر کیو یه جور رام میکنه دیگه. چه مدرکی؟ اختلاس، کلاهبرداری، کارای کثیف. از روابط نامشروع بعضیا فیلم داره. از هر کی یه چیزی داره دیگه. از تو چی؟ یه چیزایی داره. تو به ما کمک کن، ما هم به تو کمک میکنیم. همون لحظه که کمکتون کنم. میشم یه آدم مرده. همین الانشم مردی؟ منتظر خبرت هستم. اینا هم فعلا بمونن پیش ما. شبت بخیر. ایپک، داری اشتباه میکنی. بابا میشینیم با صدرالدین حرف میزنیم و بالاخره یه جوری خرش میکنیم دیگه. سعی تو بکن. تکلیف این خونه چی میشه؟ باز میخوای برگردی تو اون طویله؟ تو هر کاری میخوای بکن، به من مربوط نیست. ولی از این به بعد مجبوری تنهایی ادامه بدی. فردا میرم کلیدارم بهش میدم. بابا یارو کرایه یه سال پیش داده. والا من که میمونم، هرچی باشه منو مقصر نمیدونه. بپرسم میگم برام تله گذاشتن. تو هر کاری دلت میخواد بکن، فقط دست از سرم بردار سلجوق. احمق. من واقعا نمیفهمم یه آدم چقدر میتونه بی چشم رو باشه. الو، من میخواستم اینترنتی خرید کنم ولی موفق نشدم. آره، با کارت اعتباری 3 بار سوگل عمان، صدرالدین عمان. چی؟ باطل شده؟ میشه بدونم کی؟ فهمیدم، خیلی خوب، ممنونم. بابا کارتارم باطل کرده. حالا خر بیارو باقالی بار کن سوگل خانم. پسرم یادت قرار بود داداش بشی؟ آره. اون قضیه اشتباهی شده بود. یعنی چی؟ یعنی این که اون آزمایشی که خاله داده بود، خب جوابش اشتباه بوده.
یعنی بچه‌ای وجود نداشته. یعنی دیگه داداش نمیشه؟ خب چرا میشی؟ ولی بعدا. یعنی بالاخره یه روز داداش میشی. ولی فعلا به خالایشه گل چیزی نگو. خب باشه، دلمو بهش خوش کرده بودم. خیلی خب بابا، قول میدم خودم یه روزی داداشت میکنم. باشه، ولی از من دوست داشتنی تر نباشه ها. نه اون که محاله، اصلا نگران نباش. فوق فوقش یه بچه زشت و سیاه عذاب در میاد. آه اصلا نباید مثل من خوش دیپ باشه، اصلا کاش دختر بشه، امر دیگه ای باشه. خیلی خب پس قبوله. پاشو نفسم، دیگه وقت خوابه. پاشو برو برو. شب بخیر. عجب آدم ظالمیه ها. ما واسه بچه دار شدن پرپر میزنیم و وقت اون نوشو میکشه. مرتی که داغون میشه دیگه. بعضی هم میفتن دنبال بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده. میگم فردا بریم با مدیر صحبت کنی، عذیتیم خونه یه بچه برداریم بیاریم، نمیشه؟ تو سابقه داری، منم که مریضم. به نظرت به ما بچه میدن سفر؟ یعنی نمیدن؟ اگه آشنا نباشن اصلا ما رو از درم را نمیدن تو. ای بابا، تو هم داری بزرگش میکنی ها. خب حالا بریم صحبت کنیم ببینیم چی میشه. مثل این میمونه که بدونی یه چیزی محاله ولی بازم دعا کنی. خب ما هم بلدیم چه جوری دعا کنیم. خوشگله. نه نه، من که میگم فردا بریم با مدیر حرف بزنیم. سلام، منو شناختی؟ چطوری اومدی تو؟ من همیشه اینجام، من درون وجود تو هم پسرم. من پسر تو نیستم. حالا برو گم شو. داری ناراحت هم میکنی؟ گفتم که من پسر تو نیستم. من پسر تو نیستم عوضی. پسرمی؟ اگه باور نمی کنی به دستات نگاه کن. لعنتی بایراز،
کابوس دیدم. آروم باش عزیزم، چیزی نیست. بگیر بخور، بگیر بخور. مزاحم که نیستم. نه، خواهش میکنم. حالتون چطوره؟ عزادار و خشمگین. راستش به جز خشم همه چی بهتون میاد. حیف، چون فعلا چیزی جز خشم تو وجودم نیست. خب حقم دارین. حالا بعد از این چی میشه؟ مطمئنم نمیخواییم بدونین. میخوام. خیلی ها زجر میکشن. تو رو خدا اینجوری نگین. ببین دسپینا خانم، هنوزم واسه رفتن پیش خواهرزادتون دفن فرصت دارین. اینجا خیلی خطرناکه. من تا همین چند روز پیش هیچ وقت تو عمرم خطر رو تجربه نکرده بودم. راستش دوست دارم بدونین که نمیترسم. میدونم. اگه میترسیدین که الان اینجا نبودین. جالب اینجاست که شما از منم نمیترسین. جالب اینجاست که چون شما اینجایین نمیترسم. شب بخیر. همچنین. این نیست. اینم نیست. قربان یه دکترم هست که با مافیای اعضای بدن کار میکنه. پروانه طبابتش باطل شده. تو چند تا از پرونده هم اسمش هست. بده ببینم. مردی که خودشه، خود ناکسشه. دمت گرم ساله. این مردی که رو میخوام. آدرس خونه، شماره تلفنش، همه چیشو برام پیدا کنین. فهمیدی؟ شما که نمیخواین کاری بکنین مگه نه؟ ببینین چی میشه. خب دیگه برین. کجا بودی؟ یکم کار داشتم. اون چیه؟ چیز مهمی نیست. بیا صابونه. بذار برم دستمو بشورم بیام. یه لحظه بیا تو اتاق. این چیه؟ همون دکتری که بچه‌مونو کشت. میخوای چی کارش کنی؟
میخوام برم بهش تبریک بگم آیشه گل. بگم عملتون حرف نداشت، دستتون درد نکنه، واقعا خسته نباشی. میخوای بکشیش؟ آره میکشمش آیشه گل. میخوام برم یه خشابه کامل خالی کنم تو ملاجش. اعتراضی داری؟ پایراز مزخرف نگو، تو همچین آدمی نیستی. همه این بدبختی ها و بلاها واسه این سرمون میاد که همچین آدمی نیستی. تو اصلا میفهمی چی داری میگی؟ حالا هم میخوای بیافتی دنبال انتقام؟ میخوام کاری که با تو کردن و سرشون تلافی کنم آیشه گل. میگی نکنم؟ درست میشه، بعدش میتونیم این کار ننگار که اتفاقی افتاده خوشبخشیم. آقا پایراز میارزه، میارزه. ببین خشمتو درک میکنم، ولی نمیخوام هم کاری کنی که غلطه. دیگه درست و غلطی نمونده آیشه گل. اون عوضی ها امیدمون از همون گرفتن، زندگیمونو سیاه کردن، آیندمونو نابود کردن. ببین چونام درد گرفت از بس دندونمو به هم فشار دادم، هر شب دارم کابوس میبینم. با کشش درست میشه. نه هیچ وقت درست نمیشه. اما عوضش دلم خنک میشه. میخوام تو چشمای اون مردی که عوضی نگاه کنم، میخوام ببینم به پات افتاده و داره بهت التماس میکنه که نکشمش. این حق ماست، فهمیدی؟ این حق ماست. پایراز نکن، التماست میکنم نکن، تو رو خدا نمیخوام تو رو از دست بدم. اینجوری هم نیست آیشه گل، همچین اتفاقی نمیافته. ما تازه هم دیگه رو پیدا کردیم. آقا بحری، احسان یکم قبل زنگ زد، ساعت 2 تو عمرانیه قرار داریم. فهمیدم، ساعت 2 عمرانیه، آدرس دقیقو برام بفرست. آقا بحری، تو رو خدا بدبختم نکنی. مشکلی نیست، پای حرفم هستم، تو چیزیت نمیشه. ممنون. به بچه ها بگو حاضر باشن. آقا این مال تو، اینم مال تو. بزرگتر از این نداری؟ چرا خونپاره داری میخوای؟ اینقدر به هم نپری. من از همینا راضیم. ساعت 2 عمرانیه. آها این شد یه چیزی. زدو جان ما، اونجا دیوونه بازی در نیاری، اونا خیلی حرفه‌این، تو یه چشم هم زدن تارمارمون میکنه. تو غمت نباشه سفر، میبینیم کی کیو تارمار میکنه. سفر حواستون بهش باشه، دیوونه بازی در نیاره. بچه 10 ساله که نیست، میشناسیش؟ اگه دیوونه بازی در بیاره گور هممون کنده است. خب نذارین دیگه، آخه بابا هم میاد. تو نگران نباش خوشگله، خیال تخت. خوبیم خونه ای مامان، تو چی کار میکنی؟ ما هم خوبیم، با خاله اسلم نشستیم قهوه میخوریم. ببین چی میگه. بگو مامان. نینی کوچولو چطوره؟ راستش هنوز معلوم نیست. چی؟ یعنی نینی حالش خوبه. آها، پس یعنی همه چی رو به راهه. آره، من یکم دیگه میمونم، بعدم به زنگ میزنم. باشه، اگه چیزی شد به منم بگو، خب؟ باشه، خدافظ. میبینمت. ببینم با کی حرف میزدی؟ با مامان بانو. آها، یه لحظه. باش بگو اصلی. قربان داشتاری که میگفتین رو پیدا کردیم، یه مطب مخفی توی زیر زمینی ساختمون داره. کجا؟ الان براتون آدرس رو میفرستم. باشه. کجا میری؟
یه کار خیلی کوچیک پیش اومده، انجامش میدم میام. بهت اعتماد دارم. درستش هم همینه. خلایش گلو به تو میسپرم. اوضاع خیلی خرابه. بحری مولود و رسمان دار زده. میگن دنبال عادل خانه. خب بگین ببینیم کی چش شده. بحری مولود و فرستاده اون دنیا. داشتیم اینو میگفتیم عادل خان. بله بحری این روزا همچین خیلی حال و حوصله نداره. نکنه یه وقت بیاد سر وقت ما. خب بیاد. مگه چیه؟ والا من که شخصا نمیخوام با بحری در بیفتم. درسته که بحری تنها میپره، ولی میگن اون گرگ پیر نصف دیگهش زیر زمینه. چیه؟ ترسیدی؟ خب اون بلایی که سر مولود آورده خیلی ترسناکه. آقایون اینجا خیلی شلوغه، حتما همین تعدادم تو هم. چاره ای نیست، لازم باشه یه ها میریزیم تو ساختمون. صبر کن این جلسهشون تموم شه، حتما جدا جدا میان بیرون. عادل که اومد اون وقت میریم سراغشون. چش بابا. برای چی همین الان نمیریزیم تو؟ دادم میخوای تو تنهایی برو تو، ما هم بدو بدو خودمونو میرسونه. صبر کنی تو هم حرف بی خود نزن، همه چی به وقتش. شما رو دعوت کردم اینجا چون یه نفر هست که میخوام باهاش آشنا بشی. جناب رئیس شوکت دیگه عضوی از خانواده ماست. خانواده نهاد خیلی مهمیه. چرا؟ چون همه اعضای خانواده با هم رابطه خونی دارن. غیر از این شوکت؟ نه خیر عادل خان، همینطوره که میفرمایی. ما با شوکت قبلنم در تماس بودیم، ولی تا امروز قسمت نشده بود ببینیمش. هممون میتونیم با خیال راحت بهش اعتماد کنیم، درسته احسان؟ شخصا ضمانتش میکنم. پس اگه خطایی ازش سر بزنه اول تو رو میکشم. قربان همینجاست، یکم قبلم یه خانم رفت تو. باشه دکتر اومده؟ هنوز نمیدونیم قربان، احتمالا توه، ما فقط تونستیم اینجا رو پیدا کنیم. باشه برم ببینم چه خبره. قربان من از این طرز نگاه و حال روزتون اصلا خوشم نیمد. صالح از سر ران برو کنار. خب موضوع دیگه ای هم هست؟ قضیه بحری مهمترین موضوعه، نمیخوان کلکشو بکنیم. ببینین هیچ کس حق نداره بهش دست بزنه، باید مثل تخم چشاتون مواظبش باشه. اگه پارو دامامون گذاشت چی؟ اون وقت یه فکر میکنی. حرف دیگه ای مونده؟ نه آقا به لطف شما همه چی رو براز. نالیه. خب دیگه میتونین برین. شوکت اومد بابا، دارن میرن.
همه آماده باشین. صبر کن پسرم، عجله نکن. عرفان، سردار، سلوک، همه رو دور خودش جمع کرده. چیکار کنیم بابا؟ فعلا هیچ کار. بابا نکنه یارو از در پشتی بره. پسرم صبر کن، نگران نباش، از همین در میاد بیرون. بابا مطمئنی؟ صدرالدین بهت گفتم صبر کن. دادا شیش ماه به دنیا اومده ای، مگه نشدیدی؟ بابا میگه باید صبر کنیم دیگه. خیلی داره درد میکشه، یه کاری بکنیم. خونریزی شدیده، چی کار کنیم؟ آروم باشیم. نمیخوایم که بکشینش. ای بابا دو دقیقه خفه شد. اصلا حالش خوب نیست. چطوره ببریمش بیمارستان؟ میترسم اینجا بمیره، به خدا بدبخت میشیم. عجب جوی چندش آوریه. داره میمیره. خب بمیره، میخواستی نیاریش اینجا. این بچه چند ماهشه؟ گفته بودم که خطرش خیلی زیاده. خب چی کار کنم؟ نمیشد بریم بیمارستان. حالا باید چی کار کنیم؟ دیگه خیلی دیره. یعنی چی؟ بهت گفته بودم خطرش زیاده. چی دارین میگین؟ برو ماشین بیار. پلیس، پلیس اینجاست. را بیا فرین. را بیا فرین. پس این زن چی میشه؟ هرچی میخواد بزا بشه. فرار کن، خودتو نجات بده. قربان داره فرار میکنه. کمک کنین، تو رو خدا کمک کنین. فقط 19 سالشه آقا، تو رو خدا، خون زیادی ازش رفته. برین دنبالش. الان دیگه خیلی دور شده. گفتم برین دنبالش. زود باش زنگ بزن آمبولانس. باشه. صدامو میشنوی؟ طاقت بیار، چشماتو باز کن، اومدیم نجاتت بدیم. طاقت بیار. ده جواب بده. نمیخواد زنگ بزنی. چی؟ مرد. وای بدبخت شدم، بیچاره شدم. چرا دختره رو آوردیش اینجا ها؟ برای چی آوردیش اینجا مرتی که عوضی؟ آقا به خدا نمیدونستم حامل است، خبر نداشتم. به من هیچی نگفته بود. باور کن چاره دیگه نداشتم. حامله بود.